بسم الله الرحمن الرحيم. واصلين عزيز سلام عزاداب خدمات شما تقدیم می دارم. در این جلسه روی موضوعاتی که در فصل دوم مربوط به لوبیا هست بحث خیش ادامه می دین، وان این که انواع کشت در هم یا کشت مخلوط در لوبیا. ما گفتیم که در بین قطارها و یا هم به شکل مخلوط همراه با دیگر نباتات حبوبات کشت میکنن، و کشت در هم یا کشت مخلوط نباتات به روش های مختلفی میشه تنظیم بشه. یک کشت در هم منظم هست یا رو انترکراپینگ، یعنی در بین قطارها ما به شکل منظم به شکل قطری، و اگر یک قطار لوبیا رو داشته باشین در دو طرف یک قطار لوبیا میشه که نبات اصلی در کش بکنین. دو قطار از نبات اصلی، یک قطار از نبات همرا، و یا هم یکی در یک به شکل منظم بشه که نبات در فاصله های منظم همرا با کشت نبات اصلی بذر کنین. لوبیا سبز و جواری در ردیف های مشخص کش میشه و درجات مختلف رقابت بر طبق ترتیب ردیف ها و تاریخ های نسبی کاشت کشت میشه. اگر ما یک قطار لوبیا بگیرین، یک قطار جواری بگیرین، یا دو قطار جواری بگیرین، یک قطار لوبیا بگیرین، برای روش های مختلف میشه کشت بکنین. تاریخ های کشت میشه همزمان کش بکنین، یا نبات اصلی جلوتر کش بکنین، نبات دیومی مواده تر کش بکنین، یا شکل تنظیم بکنین که نبات ما در این زمان برداشت بشه یا به زمان های مختلف برداشت بشه. بران از این روش ها کشت متفاوته در کشت لوبیا به شکل در هم. کشت در هم با فاصله زمانی هست که ریلی کراپینگ، یا یک کشت به تاخیر کشت کردن یا به تعویق انداختن، یک نبات را اول کشت بکنیم، مدت زمان ازی سپری بشه، نبات دوم و دوم را کشت بکنیم. این کشت در هم با فاصله زمانی هست. سیستم های کشتی که معمولا نبات زراعتی دوم لوبیا هست کشت میشه، نبات دوم را در حد فاصل بین گلده و رسیدن فیزیولوژیکی نبات اول هست. در صورتی که ما به شکل فاصله زمانی کش میکنین، نبات اصلی ما در حالت گلدهی هست یا حالت بعد از گلدهی رسیدگی فیزیولوژیکی هست که تقریبا در حدود 30% رطوبت زمانه که دانه وزر میرسه، این زمان زمان رسیدگی فیزیولوژیکی نبات هست که نبات دوم ما میتونیم کش بکنیم. و از این روش ها میشه که نسبت به هنر، نسبت به سلیقه‌ای که خود دیوان داره، نسبت به تجربه ای که از دو نبات مشخص حبوبات همراه با قلات داره کش میکنه تنظیم بکنه. اگر کشت قطری باشه همزمان، یا کشت قطری باشه با فاصله مختلف، چی مقدار از کشت نبات اول، چی ردیف های نبات اول، چی ردیف های نبات دوم، چی مدت زمان از نبات اول سپری بشه نبات دوم رو کشت بکنیم، بستگی به هنر و سلیقه خود دهقان میتونه داشته باشه که اون رو تنظیم بکنه. سومین روش کشت، کشت در هم مخلوط هست یا کاملا شکل مخلوط، برای میکس کراپینگ، کاملا دو نبات که قله و یا هم قله و با حبوبات باشه و هم مخلوط کرده کشت میکنن. نباتات به طور مخلوط کش میشه و در ردیف ها مشخص نیست، شکلی که ما گندم و جو بیای مخلوط بکنیم کش بکنیم، بین گندم و لوبیا مخلوط کنیم کش بکنیم. و در این روش کشت معمولا بیشتر از دو نبات کش میشه، جواری و لوبیا، یا جواری لوبیا و باقلا، هر سه نبات میتونیم با شکل مختلفی با
جواری کشت. طول فصل رشد گیاهان زراعتی تعیین کننده سیستم کشت در هم هست که طول فصل رشد جواری چی مقدار هست. نیاز است که اینا با فاصله متفاوت برداشت بشه، مانند زمان کشت نبات درهم با نبات اصلی و تنظیم بشه. در ارتفاعات خنک مناطق گرمسیر رشد و نمو جواری لوبیا کند است، در صورتی که هوا سرد است مناطق تقریبا سردتر هست رشد نباتات به خصوص لوبیا کندتر رشد میکنه، چون از جمله نباتات تقریبا گرمسیر هست. مانند در شرایط گرمی NF0 فیزیولوژیکی بالاتر نسبت به نباتات دیگه دارد، در مراحل اولیه رشد کندتر دارد، نیاز به فصل رویش دراز مدت هست. در صورتی که هوا سرد مدت زمان کاشت و برداشت طولانی تر و اگر هوا گرم باشه زمان کاشت و برداشت کمتر خواهد بود. در این محیط ها جواری و لوبیا بالا رونده با سیستم مخلوط همزمان کاشته میشه. اگر ما لوبیا های مشکل پای بلند داشته باشیم همراه با جواری به شکل مخلوط میشه کش میکنه. در ارتفاعات پایین تر اقلیم های گرمسیری چرخه زندگی لوبیا جواری کوتاه‌تر هست، چون هوا گرمتر هست فاصله کاشت و برداشت کمتر هست، چون تعداد ساعت گرمی مورد نظر زودتر تعیین میکنند، بنام زودتر میرسه و تمایل به سیستم های کشت منفرد دو یا در هم با فاصله های زمانی وجود دارد. منفرد و یا در هم با فاصله زمانی میشه بشه بشه همراه کش بکنیم و یا هم با فاصله های زمانی تنظیم بکنیم کشت. کشت لوبیا در افغانستان اینقدر جا افتاده نیست، اکثرا به شکل سنتی کش میشه. دیاقین مارگهی کاملی در قسمت کاشت و داشت و برداشت لوبیا ندارن، در مقابل آفات و امراض اینقدر معلومات کسب نکردن، وسایل و ادوات مورد نیاز برای حبوبات به دسترس نیست. کنن اکثر اصلا مشکلات زیادتری در بین دیاقین وجود داره و از جمله تخمای بذری اصلاح شده ای که اهمیت بالایی داشته باشه، خلوص فیزیکی و فیزیولوژیکی بالایی داشته باشه وجود نداره. وابستگی به تخمای بذری خارجی زیادتر هست به دلیل آب و هوا و خاک مناسب برای رشد حبوبات. انواع لوبیا مناسب هست که در افغانستان کش بشه و شکل تجاری البته ولی به شکل سنتی کش میکنن. انواع مختلف لوبیا سفید، لوبیا سرخ، لوبیا روغنی کش میشه. در هرات لوبیا سفید در کروک و کشک معمولا کش میشه و لوبیا سبز در جلال آباد، کنر و کابل به حیث سبزی خوراکی جایگزین منابع پروتئینی میباشه. از لوبیا بیشتر در از این مناطق به شکل لوبیا سبز یا فاصله ای که ما میگن استفاده میکنن نسبت به مناطق جنوب و جنوب. زمان کاشت در ولایت های نسبتا گرم 20 هوت الا 20 عمل است تا مدت یک ماه، در صورت که یخبند های پیش رو وجود نداشته باشه مطمئن تر باشه فضای آزاد هوا، 20 هوت تا 20 عمل مناسب است و در ولایت نسبتا سرد 20 حمل الی 20 سر که در افغانستان در هرات نیز میشه از تاریخ های دوم کشت بشه از 20 حمل به اون طرف. مقدار تخم ریز 10 تا 15 کیلوگرم در یک جریب برای کشت لوبیا کافی خواهد بود. آبیاری، ما گفتیم که حبوبات چون ریشه‌های عمیق دارن به آبیاری کمتری نیاز دارن، ولی بعضی از حبوبات مقدار رطوبت زیادتری نیاز دارن. من اگر به
شرایط تنش‌های محیطی برمیخوره، باعث آسیب رساندن آن به محصول خواهد شد. بنابراین لوبیا نیاز به آب بیشتری نسبت به نباتات این خانواده داره. زمان و مقدار آبیاری به نوع خاک، رطوبت، شرایط اقلیمی و فصلی و مرحله رشد گیاه بستگی داره. گیاه ما در چی استیج های وجود داره، یا در زمان پنج زمان جوان زنی هست رطوبت زیادتر نیاز داره، بعد دور کامل خاک مرطوب باشه تا جوان زنی و رشد جوانه ها به صورت کامل ایجاد بشه. و این مقدار رطوبت بسته به نوع خاک است. اگر خاک های سبک باشه رطوبت زود از دست میده، بنابراین نیاز هست که رطوبت به حالت ثابت نگهداری بشه. بارندگی ها هست، موجود هست و یا نیست. اگر بارندگی ها باشه به مراحل اولیه، چون در بهار کش میشه، نیاز به آبیاری نیست. در صورتی که زمین ها مرطوب باشه، مشبوع از رطوبت باشه، و در صورتی که باران وجود نداشته باشه، سیستم های آبیاری و تنظیم میکنید. معمولا لوبیای سبز رو 5 تا 7 بار آبیاری میکنن. از زمان کاشت تا زمان برداشت در مراحل ایمرجنسی و یا زمانی که نیاز خیلی مبرم هست که بعد آبیاری بشه، شناسایی شده در از اون زمان ها آبیاری بشه. فرضاً در زمان جرمنشان نیاز به آب بیشتری داره، در زمان گلدهی نیاز به آب بیشتری داره، در زمان تولید پله ها و غلاف ها نیاز به آب بیشتری داره. لوبیا سبز دارای ریشه کم عمق‌تر هست با مقایسه با حبوبات دیگر. آبیاری زیادتر باعث کاهش محصول نیز میشه، ولی هر محصول یک رنج است برای آبیاری، متفاوت مقدار آب مصرف میکنن. اگر از حد ماکزیمم حد مورد نیاز آن بیشتر بشه، حتما باعث کاهش محصول میشه. مرحله بورانی آب در لوبیای سبز شروع گلدهی و دانه بندی غلاف ها هست که شروع گلدهی و دانه بندی مرحله خیلی مهم و حساس هست برای آبیاری. در صورتی که در این زمان ها نتوانیم آبیاری بکنیم، بنابراین باعث کاهش عمل کرده لوبیا خواهد بود. گل تولید نخواهد شد، پله ها ایجاد نخواهد شد، بنابراین کاهش محصول کامل به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید متوجه زمان های آبیاری و دوره های آبیاری باید باشیم. در این مرحله آب کم و بیش از اندازه باعث ریزش گل ها و کاهش محصول میشه. هم اگر کم باشه مقدار آب باعث ریزش گل ها میشه، و یا هم اگر از حد مورد نیاز بیشتر باشه. این هم معمول هست برای تمام سبزیجات. در زمان گلدهی اگر مقدار آبیاری از حد مورد نیاز هم زیادتر میشه، باعث افتادن گل ها میشه. تامین و مداوم رطوبت عوامل عمده ای که روی عملکرد یک نواخت و کیفیت موثر هست. به صورت یک نواخت ما بتونیم در طول زمان کاشت و برداشت آبیاری نسبت به نیازها، نسبت به استیج رشد و نیازمندی نبات تنظیم باید کرد. در صورتی که چنین مدیریت درست ما طرح بکنین، رعایت بکنین، حتما مقدار عمل کرده زیادتر خواهد داشتیم. در قسمت کده ای ما گفتیم که حبوبات در مجموع مقدار نتوجن آزاد هوار نصب میکنن، ولی این مقدار نیتروژنی که توسط نبات نصب میشه در بعضی بیشتر و در بعضی از خانواده حبوبات کمتر هست. در صورت اگر کمتر هست، نیاز هست که ما از کودها به شکل مصنوعی، کودها ترکیبی و یا هم شکل منفرد از کودها استفاده بکنیم تا عمل کرده بالای داشته باشیم و مقدار
احتیاجات مورد نیاز نبات تأمین میکنن. خاک هایی که دارای مقدار مواد عضوی کم آن احتیاج به کود سبز یا درمی دارن. مواد عضوی در صورتی که کم باشن، کود های سبز و کود های درمی زیادتر باید تهیه بشه. پیش از کاشت نبات باید مقدار کود درمی به خاک علاوه بکنین و تا بستر مناسبتر و بستر گرمتر و همچنین مواد غذایی بیشتری به بسرس ریشه نبات قرار بدین. کود درمی قبل از کشت 3 تا 4 ماه در زمین انداخته تا خوب باید پوسیده شه. در قسمت کودها شما معلومات دارین که کودهای حیوانی باید محتاطانه استفاده بکنیم. کودهایی که تازه باشه، مقدار اسیدیتی بالا هست، مقدار وزن گیاه هرز در آن زیادتر هست و زنده هست، از بین نرفته. من نیاز است که کودهایی را بعد از بیرون کردن از طویله حیوانات نهایتاً تا 6 ماه باید در محیط باز انداخته باشه و برای چندین مرتبه زیر روی بشه تا آماده برای استفاده بشه و بعدا به زمین اصلی و زمین مورد نظر استفاده بکنه. کودهای کیمیاوی برای لوبیای پاکوتو 1 تا 20، حدودا 120 60 40، یعنی ما این پی که داره نتروژن، فاسفورس و پوتاشیم. ما 40 کیلوگرم نتروژن استفاده بکنیم، 60 کیلوگرم فاسفورس استفاده بکنیم، 120 کیلوگرم پوتاشیم استفاده بکنیم که مقدار تکافوی نبات کرده بتونه. ما مقدار اندکی از نتروژن استفاده میکنیم، 40 کیلو در هکتار، چون همین مقدار لوبیای سبز کم بود داره و اگر این مقدار علاوه بشه در حالت اپتیمم دسترسی به نتروژن قرار میگیره. برای لوبیای پاورند میشه مقدارهای بیشتر ما نتروژن استفاده بکنیم و فسفرس و پتاسیم هم ما مقدارها، یعنی 160-80-80 به این درصد ها از کود استفاده بکنه. موضوع بعدی کنترل علف های هرز هست. یکی از جمله فاکتورهای خیلی مهم برای تمام نباتات کنترل گیاهان هرزه هست. در صورتی که اگر گیاهان هرز کنترل نشه، مشکلات در عمل کرد، در کیفیت، کمیت و کیفیت ایجاد خواهد کرد و همچنین اکثر از این علف های هر میزبان های از امراض آفات و حشرات اینا هستند. در صورتی اگر موجود باشه در مزرعه، ما جمع‌آوری نکرده باشیم، از بین نبرده باشیم، میزبان های مناسب برای شویی بعضی از امراض و آفات خواهد بود که متعاقبا نبات اصلی ما مورد اضرار خیش قرار خواهند داد. ما هم باید با علف های هرز به خصوص در شرایط اولی رشد نبات باید مبارزه کرد. کنترل گیاهان هرز را می توان به طریقه های مختلف انجام داد، یا به شکل مکانیکی توسط دست بین شکل دستی جمع‌آوری بکنین، چون فاصله بین قطارها و بین نبات تنظیم شده هست. در صورتی که اگر ما وسایل مکانیکی به دسترس نداشته باشیم، از طریق دست هم میشه که از شفره ها استفاده بشه و گیاهان هرز را از بین ببرین. نظر با آب و خاک و هوا به شکل مکانیکی میشه که توسط دست یا ماشین های خشاوکونی که در ردیف های آن منظم هست و ردیف های کاشته نسبت به ردیف های همان ادوات تا
تنظیم بکنین و از آن در مبارزه گیاهان هرز استفاده بکنین. در صورتی که قابل در صورت قابل انجام است که فاصله بین قطارها تنظیم باشد، چون در بین قطارها در توسط تراکتور میشه که کش بشه، نیاز هست که فاصله های کشت ما با فاصله های خود ماشین هماهنگ باشه. در طول دوره دو تا سه بار میشه از در مقابل گیان هرز مبارزه بکنیم. و خوبی از این ماشین آلات هم در سل شکنی است که باعث خاکورزی و سو شدن بخ ریشه ها میشه و ریشه ها بیتر میتونن روش بکنن و در مجموع نبات رشد بهتر کرده میتونن. بنابراین اگر ما خواسته باشیم به شکل تجاری کش بکنیم، نیاز هست که کنترل علف های هرز مد نظر بگیریم. موفق و مایزد باشیم. سلام علیکم.